بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومقتدانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. امیدوارم که همه شما عزیزان در ظل عنایات ائمه اطهار علیهم السلام، بالاخص وجود نازنین بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار داشته باشید. امروز به فضل خداوند متعال قصد داریم تفسیر سوره مبارکه اعراف رو خدمت شما عزیزان ارائه بدهیم. همونطور که عزیزان ملاحظه میکنید و توجه دارید، این سوره مبارکه اعراف سوره است مکی، یعنی در مکه مکرمه نازل شده و تعداد آیات اون هم 206 آیه هست. و اگر بخوایم یک دورنمایی از این سوره داشته باشیم، باید خدمت شما عرض بکنیم که در این سوره خداوند متعال به مسئله مبدأ و معاد، وقتی میگیم مسئله مبدأ یعنی همون آفرینش انسان، داستان خلقت حضرت آدم علیه السلام، و معاد که منظور رستاخیز و محشور شدن انسانها در قیامت هست اشاره داره، و اینکه در این سوره مبارکه خداوند متعال سرگذشت امتهای پیشین من جمله حضرت نوح، حضرت لوط و شعیب و همچنین سرگذشت بنی اسرائیل و مبارزه حضرت موسی با فرعون و فرعونیان رو گوشزد کرده است. در رابطه با فضیلت این سوره امام صادق علیه السلام می فرماید هر کس سوره اعراف رو در هر ماه بخواند، در روز قیامت از کسانی خواهد بود که نه ترسی بر اونهاست و نه غمی دارند. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و اگر در هر جمعه بخواند، در روز قیامت از کسانی می باشد که بدون حساب وارد بهشت می شود. خب، با نام و یاد خدا سوره رو و تفسیر اون رو آغاز می کنیم. ابتدا خداوند متعال این سوره رو با حروف مقطعه آغاز کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، که البته این حروف مقطعه دو دیدگاه وجود داره در این رابطه، که یک عده از مفسرین قائل هستن حروف مقطعه رمزی است بین خدا و رسول خدا، و عده‌ای هم قائلند که این حروف مقطعه حروفی بوده که در زمان اعرابی که در زمان رسول الله بودن، وقتی که می‌شنیدن پیغمبر اکرم جملات و آیات رو در واقع با این حروف آغاز می‌کنه، یک حس کنجکاوی برای اونها به وجود می‌آمد، چون برای اونها تازگی داشت و برای اونها عجیب بود.
و گوش میدادن که در ادامه پیغمبر گرامی اسلام چه مطلبی رو میخواد در ضمن آیات الهی بیان بکند. و البته جمع بین این دو هم با هم منافاتی نداره که ما هم بگیم این حروف مقطعه رمزی است بین خدا و رسول خدا و حاوی مطالبی است ارزشمند، و همین که یک حس کنجکاوی رو برای عربهای جاهلی زمان رسول الله ایجاد می‌کرده. در آیه دوم خداوند می‌فرماید که کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. خداوند در این آیه می‌فرماید که ای پیغمبر ما، ای رسول ما، قرآن کتابی است که بر تو نازل شده و نباید از ناحیه آن هیچ گونه نگرانی و بیمی به خود راه بدهی، و این که هدف از نزول این کتاب انذار و بیم دادن مردم و در ضمن یادآوری برای مؤمنان راستین هست. و در ادامه می‌فرماید از آنچه که از طرف پروردگار بر شما نازل شده پیروی کنید و از انتخاب ولی و سرپرستی جز او خودداری کنید. و در ادامه تأکید می‌کند که البته کمتر متذکر می‌شوید. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. و در ادامه خداوند متعال در آیه 4 می‌فرماید و کم من قریه اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون. می‌فرماید که خداوند در این آیه و چقدر از قریه ها که مراد همون آبادی ها مناطقی باشه که مردم در اونجا ساکن بودن، می‌فرماید چقدر از مناطقی که ما هلاک کردیم و به هلاکت رساندیم به خاطر گناهانشون، به خاطر عصیانشون و نافرمانی اونها، و بأس ما یعنی عذاب ما بر اونها نازل شد و اونها رو فرا گرفت، بیاتن در حالی که اونها در حال بیتوته بودن، در شب استراحت میکردن، او هم قائلون یا در طول روز در حال استراحت بودن و عذاب ما اونها رو فرا گرفت. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. وقتی که عذاب الهی اونها رو فرا گرفت و عذاب الهی بر اونها نازل شد، اونها اعتراف کردند که پروردگارا ما جزء ظالمین بودیم، ما بر خودمون ظلم کردیم، بر دیگران ظلم کردیم، به آیات تو ظلم کردیم و نادیده گرفتیم. و البته می دانید عزیزان که این گونه اعتراف که حالت اضطراری و اجباری داره هیچ گونه تأثیری نداره، برای این که انسان باید در حالت اختیار و قدرت نسبت به گناهان خودش اعتراف بکنه و توبه بکنه و اظهار ندامت داشته باشه. در ادامه آیه که در واقع آیه 6 باشه می‌فرماید فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. به تحقیق ما، خداوند می‌فرماید از کسانی که پیامبران و مرسلین بر اونها مبعوث شدن سوال می‌کنیم و از خود پیامبران نیز سوال می‌شود. یک پرسشی که ممکنه اینجا به ذهن بیاد این هست که این سوال چه سوالی است؟ آیا خداوند
نسبت به اعمال انسان علیاذ بالله جاهل هست که سوال میکند. در جواب عرض میکنیم نه خیر، این سوال به معنای استعلام و طلب آگاهی و معرفت نیست، بلکه یک نوع تفهیم و اتمام حجت هست. همان گونه که اگر بخوای مثال بزنیم برای شما، یک پدری دلسوز فرزند خودش رو مورد بازخواست قرار بده و پسرم مگه من نبودم برای تو اینقدر زحمت کشیدم، وسایل رفاهی برای تو فراهم کردم، حتی به عنوان جایزه برای تو یک دوچرخه خریدم، اگر من این کارها رو برای تو نکردم. سوالاتی که پروردگار از بندگان میکند این گونه است، نه این که طلب استعلام و آگاهی باشه. در آیه هفتم پروردگار متعال خداوند منان میفرماید که فلنقصن علیهم بعلم وما کنا غائبین. برای این که کسی تصور نکند چیزی از علم خداوند مخفی است، با تأکید دوباره میفرماید ما با علم و دانش تمام اعمالشان رو برای اونها شرح میدهیم، زیرا ما هرگز از اونها غائب نبودیم، همه اعمال ما زیر نظر پروردگار هست، اوست که شاهد و ناظر بر اعمال ماست، او خالق ماست، نسبت به مخلوق و رفتار او و کردار او و اعمال او آگاهی تمام و همه جانبه دارد. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. خداوند متعال در این آیه میفرماید که مسئله میزان حق است عزیزان، تحققا ما در قیامت میزان داریم و میزان به معنای ترازوس در لغت عرب و به معنای کلی و اصطلاح کلی آن یعنی وسیله سنجش. همونطوری که ما در دنیا وسائل مختلفی برای سنجش داریم، وقتی یک طبیب میخواهد یک مریضی رو بفهمد که آیا فشار خون داره یا نداره، از فشار خون سنج استفاده میکنه و امثال اینها وسیله سنجش هستن. خداوند میفرماید که مسئله میزان در قیامت حق است، قطعا تحقق پیدا خواهد کرد. اما سوال این هست که عزیزان، برادران، خواهران گرامی، میزان قیامت چیه؟ با چه وسیله‌ای ما رو در قیامت میسنجن و مورد محاسبه قرار میدن؟ اون چی که از روایات برمی آید، طبق روایات ائمه اطهار علیهم السلام میفرمایند که میزان در قیامت هم عدل الهی است، هم پیامبران و جانشینان پیامبران و دسته دیگه ای از روایات میفرماید که میزان در قیامت اهل بیتن، پیغمبر و خاندان پیغمبر، و حتی عده ای از روایات میفرماید که میزان در قیامت وجود مقدس امیرالمؤمنین هست، همونطوری که شما در یکی از زیارت های امیرالمؤمنین میخوانید و قرائت میکنید که السلام علی میزان الاعمال، سلام بر تو ای آقایی که میزان عمل مایی، ما رو در قیامت با تو میسنجن یا علی. هر ملتی را با پیغمبرش میسنجن. عیسی مسیح میزان است برای مسیحیان، موسی کلیم میزان است برای یهودیان و پیغمبر اکرم میزان است برای مسلمان ها و اهل بیت علیهم السلام میزانند برای شیعیان و پیروان اونها. بنابراین
باید خیلی دقت داشته باشیم، خیلی مراقب باشیم که عمل ما به گونه ای باشه که در روز قیامت شرمنده اهل بیت نباشیم، شرمنده امیرالمؤمنین نباشیم. و به این مطلب توجه بکنیم که روز قیامت ما رو در مقابل اهل بیت میگذارن، ما رو در مقابل امیرالمؤمنین میگذارن. نکند خدای ناکرده سرفکنده بشویم، نکند خدای ناکرده شرمسار بشویم در مقابل ائمه اطهار. خداوند میفرماید که والوزن یومئذ الحق، میزان حق است، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، هر کس میزانش سنگین باشد، میزان عملش سنگین باشد، اونها کسانی هستند که رستگارند، به فلاح میرسند، به رستگاری میرسند. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اما پناه بر خدا، اونهایی که میزان عملشون سبک هست، خفیف هست، اونها کسانی هستند که به خودشون زیان رساندن نسبت به آنچه که آیات الهی رو انکار کردن و ظلم کردن نسبت به آیات پروردگار و دستورات الهی. ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایشه قلیلا ما تشکرون. در ادامه خداوند به این نکته گوش زد می کند که ای انسان ها، ای بندگان من، مگر من خداوند نبودم و نیستم که اینقدر برای شما وسائل رفاهی فراهم کردم، اینقدر برای شما امکانات ایجاد کردم، نعمت های فراوان رو برای شما به وجود آوردم. ولقد مکناکم فی الارض، اینکه شما رو بر زمین سلطه و تسلط دادم، اینکه شما رو در زمین حاکم قرار دادم که حکومت داشته باشید در زمین، ولایت داشته باشید در زمین، اینکه برای شما معیشت ها، امکانات رفاهی، نعمت های فراوانی رو قرار دادیم، اما چقدر کم هستن و چقدر کم هستید شماهایی که تشکر نمی کنید و قدردان نعمتهای الهی نیستید. و انشاءالله که ما جز اون کسان نباشیم. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. ولقد خلقناکم، زمانی که ما شما رو خلق کردیم و صورت بندی کردیم و شکل دادیم، سپس به ملائکه دستور دادیم که بر آدم سجده کنید، اونها هم سجده کردن مگر ابلیس که جزء سجده کنندگان نبود. سوالی که اینجا مطرح هست این هست که این سجده به چه معناست؟ مگر سجده اینطور نیست که فقط برای خدا باشه و ما ملزم هستیم که فقط برای خدا سجده کنیم و خدا رو عبادت کنیم؟ عزیزان، این سجده که در آیه آمده به معنای سجده عبادت نیست، بلکه به معنای تواضع و فروتنی و در واقع کرنش در برابر اون مقامی بود که خداوند به حضرت آدم عنایت فرموده بود، که عبارت باشه از مقام خلیفت اللهی، که خداوند به ملائکه دستور داد در برابر این مقام کرنش کنید و تواضع کنید. پس سجده در این آیه و آیات دیگه به معنای پرستش نیست. در ادامه آیه، در آیه 12، خداوند می فرماید قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. در این آیه خداوند ابلیس رو مورد سرزنش قرار میده و میفرماید که چه چیزی باعث شد که ای ابلیس سجده نکنی، تواضع نکنی، فروتنی نداشته باشی،
چنانچه من تو رو امر کردم و به امر و دستور من عمل نکردی. قال انا خیر من. ببینید ابلیس رو که چگونه در مقابل خداوند جواب میدهد و در واقع سرکشی میکند. میگه خدایا من بهتر از او هستم، تو مرا از آتش آفریدی و او را از گل خلق کردی. در اینجا ابلیس یک قیاس اشتباهی رو انجام میده، فکر میکنه که آتش از خاک بالاتر و بهتر هست، در صورتی که در این قیاس خودش هم اشتباه کرد، چرا که این خاک هست که دارای فواید به مراتب بیشتری از آتش هست. و شاید هم از باب تکبر و دروغ از چون دوچار تکبر شد، دوچار غرور شد و تکبر ورزید نسبت به امر پروردگار. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. خداوند فرمود که از این مقامی که داری هبوط کن و فرود آی که برای تو جایز نیست و حق نداری که در این مقام تکبر بورزی. فخرج، خارج شو از این مقام، بیرون شو، انک من الساقین، درستی که تو از کسانی هستی که دارای رتبه پایین و پست هستی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. خطاب کرد خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت، مهلت بده تا پایان دنیا. خب چرا مهلت بده؟ چرا این درخواست رو کرد؟ قال انک من المنذرین. خداوند فرمود خب من به تو مهلت میدم، اجازه میدم که تا پایان دنیا زنده باشی. اما آیا این درخواست مهلت برای این بود که اون نافرمانی خودش رو جبران بکنه و اظهار پشیمانی بکنه؟ نه، بلکه برعکس، برای این مهلت گرفت که بر سرکشی و نافرمانی خودش ادامه بده. در ادامه خداوند می‌فرماید که قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم. شیطان گفت خدایا همونجور که من رو گمراه کردی منم میشینم و بندگان تو را از صراط مستقیم منحرف میسازم. طبق روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید ریشه کفر و عصیان سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. این سه خصلت و صفت بسیار رذیله انسان رو به تباهی و نابودی میکشاند. در ادامه امام صادق علیه السلام میفرماید که این حرص بود که جناب آدم صفی الله رو از اون مقام و رتبه‌ای که داشت خارج کرد و از اون گندم منهیه خورد، و تکبر باعث شد که شیطان از اون جایگاهی که داره اخراج بشه و فرود بیاد و تنزل پیدا بکنه و دچار عصیان و سرکشی بشه و امر خدا رو نافرمانی کنه و رعایت نکنه. و این حسد بود که باعث شد قابیل برادر خود هابیل رو بکشد و به قتل برساند. در ادامه آیه خداوند متعال پروردگار عظیم الشأن می فرماید که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجدوا
اکثرهم شاکرین، میگه که خدایا من از جلو و پشت سر و سمت راست و چپشون به اونها، به سراغ اونها میام و اونها رو فریب میدم و تو خدایا بیشتر اونها رو جزء شکرگزاران نمیابی و بیشتر اونها رو جزء گناهکاران و کسانی که کفران نعمت میکنن میابی. اینجا یک روایتی است از امام باقر علیه السلام میفرماید این که شیطان خطاب کرد که خدای از جلو و پشت سر و راست و چپشون سراغ اونها میام، حضرت میفرماید منظور از آمدن شیطان از پیش رو این است که آخرت رو و قیامت رو در چشم اونها سبک جلوه بده و این که ابلیس میگوید از پشت سر سراغ اونها میام، منظور این هست که جمع کردن مال و ثروت و بخل ورزیدن نسبت به پرداخت حقوق واجب به خاطر فرزندان و وارثان، اینها رو برای انسانها زینت میده و اینکه میگه از طرف راست به اونها حمله میکنم و در واقع سراغ اونها میام، این هست که در امور معنوی برای اونها شک و تردید ایجاد میکند و اینکه میگوید در از طرف چپ به سراغ اونها میام، این هست که لذات مادی و شیرینی های مادی رو و شهوانی رو در نظر اونها و در دید اونها زیبا جلوه میدهد. قال خرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. در پاسخ هم خداوند میفرماید که ای ابلیس، از این مقام و رتبه‌ای که داری فرود آی، اون هم به طور بسیار خار و پست و ذلیلانه با خاری. هر کسی هم که از تو تبعیت بکنه، جهنم رو از تو و پیروان تو پر میکنم. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين. در این آیه خداوند به داستان حضرت آدم و حوا و اینکه شیطان اونها رو فریب داد اشاره میکند و میفرماید که ای آدم، تو و همسرت حوا در بهشت سکنا بگزینید، راحت باشید، هر چه میخواهید میل کنید، منتها نزدیک این درخت نشوید که اگر بشوید جزء ظالمین میشوید. این که در تفاسیر از ائمه اطهار وارد شده این هست که منظور از این درخت گندم بوده. حالا چرا درخت در آیه تعبیر شده؟ این هست که در لغت عرب و در زبان عرب این گونه نیست که فقط به درخت بگویند شجره و اینکه در عرب به هر حتی بوته هم که باشه، گیاهی هم که باشه، لغت شجره به کار میره. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. خب شیطان آمد اونها رو وسوسه کرد و اونها هم از اون گندم خوردند و در نتیجه عورت اونها، اندام اونها که قبلا مخفی شده بود، پوشانده شده بود، بر اونها آشکار شد. این گونه اونها رو فریب داد ابلیس که خداوند شما رو منع نکرده از خوردن گندم،
مگر اینکه اگر شما بخورید یا فرشته میشوید و یا اینکه عمر جاویدان پیدا میکنید. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، و قسمم داد که من راست میگم به شما، اینکه من یک نصیحت کننده واقعی هستم. فدلهما بغرور، و اینکه اونها رو رتبه اونها رو ابلیس و شیطان فرود آورد با فریب. فلما ذاق الشجر بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، زمانی که از اون گندم منهیه چشیدند و خوردند، عورات اونها و اندام اونها که قبلا پوشیده شده بود بر اونها آشکار گشت، و برای اینکه اونها عورت خودشون رو بپوشانند، اندام خودشون رو دوباره بپوشونن، از برگهای بهشتی جمع کردن و جلوی خودشون رو گرفتن. و این نکته اینجا خوبی که عرض بکنیم عزیزان، بهشتی که در اینجا آمده اون بهشت وعده داده شده در قرآن نیست، چون هر کسی که در اون بهشت وارد بشود خالد هست، بلکه اون چی که از روایات و مفسرین برمیاد این هست که یک سرزمین خرم و سرسبز و پر نعمتی بوده در همین دنیا که اونها اونجا زندگی میکردن و در آسایش و آرامش بودن. اینجا وقتی که جناب آدم و حوا از اون گندم منهیه خوردن، خداوند اونها رو مورد سرزنش قرار میدهد و میفرماید که آیا من شما رو نهی نکردم که از اون گندم منهیه نخورید؟ آیا من به شما نگفتم که شیطان دشمنی بسیار آشکار هست برای شما؟ پس چرا توجه نکردید و امر من رو نافرمانی کردید؟ و خداوند انشاءالله انوار الهی را در قلوب ما بتاباند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.